بررسی 10 حقیقت جالب در مورد جمعه سیاه که احتمالاً نمی‌دونید. جمعه سیاه در واقع آغاز بزرگترین آخر هفته خرید مردم در کل ساله و تخفیفات فوق‌العاده‌ای بر روی اجناس و کالاها در این روز اعمال میشه. در جمعه سیاه تمامی اقلام قابل خرید و فروش از جمله تلویزیون، لباس و غیره از تخفیفات بسیار ویژه‌ای برخوردارن. در ادامه با ما همراه باشید تا 10 تا حقیقت جالب در مورد جمعه سیاه رو با هم بررسی کنیم. در سده 1800 میلادی اصطلاح جمعه سیاه برای سقوط بازار سهام به کار برده می شد. جمعه سیاه برای اولین بار در 24 سپتامبر سال 1869 درست زمانی که جیمز فیسک و جی گولد سعی در احتکار کردن بازار طلای نیویورک داشتند به کار برده شد. با این حال دولت با پادرمیانی کردن در این وضعیت و غرق کردن بازار در طلا سعی در حل این مشکل داشت. با این کار قیمت طلا دوباره کاهش پیدا کرد و باعث شد بسیاری از سرمایه گذاران ثروت خود را از دست بدهند. 2. رژه بابا نوئل آغازگر جمعه سیاه شد. با گذشت زمان رژه روز شکرگزاری به یکی از سنت‌های تعطیلات در آمریکا تبدیل شد. با این حال اولین رژه بابا نوئل در روز دوم دسامبر سال 1905 در کانادا شکل گرفت و در واقع زمان نمایان شدن بابا نوئل در پایان رژه نمادی رسمی بود که خبر از شروع شدن تعطیلات به مردم میداد. مغازه های آمریکا همین سنت را تقلید کرده و رژه های مشابه این رسم را در سراسر آمریکا برگزار کردند و به همین منوال اولین رژه روز شکرگزاری هم در 1924 برگزار شد. این رژه توسط کارمندانی که به صورت داوطلبانه در این روز مشغول به پذیرایی از مردم می شدند با همراهی برخی از حیوانات باغ وحش در سنترال پارک برگزار شد. 3. جمعه سیاه شلوغ‌ترین روز سال برای لوله کش هاست. با اینکه ممکن است عجیب به نظر برسد اما CNN گزارش کرده که به علت شلوغی فروشگاه ها و مراکز خرید و همچنین پر شدن دستشویی های عمومی به تعداد زیادی لوله کش برای تمیزی و پاکسازی در روز جمعه سیاه احتیاج است. 4. خریداران به صورت غیر مستقیم در تعیین تاریخ روز شکرگزاری مؤثرند. از اواسط قرن 19 تا اوایل قرن 20 رئیس جمهور آمریکا آخرین پنج شنبه ماه نوامبر را به عنوان روز شکرگزاری مشخص می کرد. اما یک سال که پنج شنبه آخر نوامبر آخرین روز این ماه شد، خرده فروشان از ترس کوتاه شدن تعطیلات خواستار برگزاری روز شکرگزاری یک هفته زودتر از موعد شدند. در سال 1941 کنگره وارد موضوع شد تا تصمیم قطعی در خصوص خواسته مردم بگیرد و مسئله تعیین روز شکرگزاری را شفاف کند. از آن پس روز شکرگزاری همیشه در چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر برگزار شد تا خریداران فرصت کافی برای خرید قبل از کریسمس را داشته باشند. 5. قبل ترها جمعه سیاه را جمعه بزرگ خطاب می کردند. طبق گزارشی از نیویورک تایمز که در سال 1975 منتشر شد، اصطلاح جمعه سیاه در واقع یک اصطلاح فیلادلفیایی است. از آنجا که ترافیک سنگین و طاقت فرسای این روز موجب کلافگی و اذیت و آزار پلیس ها می شود و مردم هم مثل خرده فروشان از دود و ترافیک شدید آزرده می شوند، به این روز لقب جمعه سیاه دادند. با این حال روزنامه‌ای در سال 1961 سعی در تغییر این نام به جمعه بزرگ داشت، اما همانطور که پیداست این نام مدت زیادی باقی نماند. جمعه سیاه در سال 1990 به یک اصطلاح رسمی تبدیل شد. 6. تا قبل از سال 2001 شنبه قبل از کریسمس به جای جمعه سیاه به عنوان شلوغ‌ترین روز خرید سال شناخته می شد. تا قبل از سال 2001 جمعه سیاه به عنوان یکی از شلوغ‌ترین روزهای سال شناخته می شد، اما لقب شلوغ‌ترین سال تا قبل از آن زمان به شنبه قبل از کریسمس تعلق داشت. 7. جمعه سیاه امروز در 15 کشور برگزار می شود.
اکثر مردم در نواحی مختلف به ویژه در کانادا در روز جمعه سیاه به فروشگاه‌های آمریکایی می‌رفتند تا اجناس را با قیمت خیلی کمتر تهیه کنند. همین موضوع باعث نگرانی خرده فروشان کانادایی شد. در نتیجه آنها مجبور شدند تا جمعه سیاه را در کانادا هم برگزار کرده و تخفیفات زیادی را روی کالاهای خود اعمال کنند. 8. در مکزیک جمعه سیاه را با عنوان البوئنفین یعنی آخر هفته خوب می شناسند. از آنجا که برخی اوقات شکرگزاری آمریکایی ها با سالگرد انقلاب مکزیکی یکی می شود به آن لقب آخر هفته خوب را دادند که به جای یک روز یک هفته ادامه دارد. 9. در سال 2011 والمارت صنعت جمعه سیاه را شکست داد. باز شدن فروشگاه والمارت در غروب روز شکرگزاری سنت جمعه سیاه را شکست داد و بروز رقابتی بسیار سخت در بین خرده فروشان را آغاز کرد. امروز 33 میلیون آمریکایی برنامه ریزی می کنند تا بعد از خوردن غذای روز شکرگزاری خودشون را برای رسوندن به خرید هرچه سریعتر آماده کنند. این روز به پنجشنبه خاکستری معروف است. 10-12% از خریداران در روز جمعه سیاه هوشیاری کامل ندارند. آمار و ارقام موجود نشون میده که 12% از خریداران اعتراف کردند که در حین خرید در جمعه سیاه تحت تاثیر الکل بودند. حقیقتاً جمعه سیاه به عنوان یکی از پرطرفدارترین روزهای خرید و فروش در کل دنیا شناخته می شود که این روزها شاهد ایده گرفتن فروشندگان داخلی از تخفیفات جمعه سیاه هستیم. به نظر شما تا چه حدی سیاست فروشندگان ما در الهام گرفتن از این روز در قدرت خرید مردم تأثیر داره؟ نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. شما هم آفهای جمعه سیاه رو تجربه کردید؟ حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید حتما اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. فراموش هم نکنید که برای دیدن برنامه های جدید ما صفحمون رو دنبال کنید.